دوباره خوش اومدین به ادامه برنامه. خوشبختانه باز هم مهماندار هستیم و مهمانای عزیز ما ورزشکاران گرامی ما هستن که جناب رئیس فدراسیون تکواندو هم در کنار ما هستن و بقیه ورزشکارا استاد نعیم هم هستن. سلام و صبح بخیر تقدیم جناب رئیس. سلام خدمت شما و تمام همکاران عزیزتان. خوش هستیم که لحظاتی با شما هستیم. خوشحال هستیم که شما هم با خود داریم. یک دفعه خودم مکمل معرفی بکنید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان که ما رو تماشا میکنن. نعیم رحیمی هستم، یکی از مربیای ولایت بلخ. خوشحال هستیم شما جناب رئیس. خود با کمال معرفی بکنم. سید بشیر رسا هستم، رئیس فدراسیون تکواندو ولایت بلخ و زون شما. خوشحال هستیم که شما را با خود داریم و دو قهرمان هم اینجا روبروی ما نشسته. واقعا که ما همیشه و همیشه از امی پرده های شیشه ای بر شما میگیم، کسانی که امروز افتخار افغانستان هستند، بیرق افغانستان همیشه بلند میکنن، این ورزشکارای عزیز ما هستن که باز هم امروز دو قهرمان در کنار ما هست و به قسم جناب رئیس صاحب و استادشان که یک مسابقه دیروز راه اندازی شده بود. بله. فیصل جان، و درباره همین مسابقه شان بر ما و شما معلومات میدن. از شما مشتاق جناب رئیس. اولا روز سرباز، دیروز روز سرباز بود، روز سرباز با تمام سربازهای افغانستان، مناطوبین اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، این روز تقدیم میکنم، تبریک برشان میگم. اینا هستن که ما راحت خوابیدیم، راحت کار میکنیم، راحت میگردیم، اینا رو برشان روزشان تبریک میگم. و این مسابقاتی که به تاریخ 7 حدود 1399 وزن کشی بود و تاریخ 8-9 مسابقه جریان داشت، دومین دور مسابقات جام شهید استاد عبدالعلی مزاری به خاطر گرامی داشت از 26 سالگرد شهادتشان بود که بین 7 ولایت و 12 تیم در ولایت بلخ را اندازی گردیده بود. حدودا 90 بازیکن در این مسابقات اشتراک کرده بودند که ولایت کابل بود، یک تیم از ولایت کابل بود، یک تیم از ولایت پروان بود، یک تیم از ولایت بغلان بود، قندوز بود، تخار بود و سمنگان بود و 4 تیم هم از ولایت بلخ بود. بسیار جناب رئیس، در بین از ولایت ها که اشتراک کرده بودن ورزشکارا، بیشترین دستاورد کدام ولایت گرفت؟ خب اینطور که شما شاهدش هستین، میبینین که بیشترین دستاورد کسی میگیره قهرمان میشه. دقیق. و این قهرمانی را ما از اثر سعی و تلاش شاگردای عزیز خود و مربی تیم منتخب ما که استاد نعیم رحیمی است در کنار ما قرار داره، اینا زحمت زیاد کشیدن و واقعا که مسابقه بسیار سرسخت، یک مسابقه رقابتی بین ولایت‌های زون شمال و شمال شرق و دو تیم هم از مرکز زون مرکز به این مسابقات اشتراک داشتن. این مسابقه بسیار تنگاتنگ بود و خوشبختانه به اثر سعی و تلاش مربی تیم منتخب ولایت بلخ و بازیکنهای منتخب تکواندوی ولایت بلخ ما تانستیم که مقام قهرمانی و بیشترین دستاورد ما نصیب خود. بسیار خوب، خوشحال شدیم، تبریکتان باشه. یک بار دیگر آقای رحیمی، میشه بگوین که چقدر وقت شاگردایتان تمرین کردن تا آماده از این مسابقه دیروز شدن؟ مدت 3 ماه بود که ما شاگردای خود تدریس میدادیم یا میاموختانیم امرکات مبارزات در سیستم الکترونیکی. متاسفانه ما پیشنهاد خود در فدراسیون ملی افغانستان کردیم، بعض مشکلاتی که البته داشته، بعض مشکلات هایی که بوده به ما امو سیستم امو چیز الکترونیکی را به ما نتانستن که بتن یا ندادن. باز همون سیستم را که من سر بچه ها کار کردم، از ما سیستم استاندارد جهانی بود، پرس و همون گپ سخنهایی که خود ما میفهمیم دیگه بود، باز نتونست که همین چیز به اختیار ما اینا بانه. باز ما مجبور شدیم دوباره همین بچه ها را که دم 3 ماهی که سر اینا زحمت کشیدیم سیستم الکترونیک هم مثل همین 3 ماه زحمت خود پشت سر بانیم. چرا الکترونیک باید تمرین میکردن؟ چرا حضوری نیم؟ چون این مسابقات تکواندو که از مسابقات المپیکی است، جهانی است، مدرن است، همین سیستم پرس و همین الکترونیکی که هست سیستم مدرن است. ما به ما خاطر این آمادگی گرفته بودیم، این بچه های ما رو مدت 3 ماه سر سیستم کار کردیم. متاسفانه که فدراسیون ملی به ما همون چیز مهیا نساختن که ما به ما سیستمی که تمرین کردیم به ما سیستم کار کنیم. دیگه باز مجبور شدیم که دوباره بچه ها رو 6 تیم همراهشون صحبت کردیم که همین مسابقات در سیستم در 15 سال پیش یا 10 سال پیش همون مسابقه را دوباره در سیستم سابق
برگزار کنیم. بله. با همون سیستم سابق باز ما مبارزات خود ادامه دادیم. دیگه خوشبختانه که شاگردای ما چند نفر تحت نظر شما تمرین میکردن؟ در مجموع تیم ما خو 24-25 نفر هستن. با یک تعداد از این جوانان است، یک تعداد اینا نوجوانان است. این مسابقات در کاتگوری نوجوانان برگزار شده بود در وقت بلخ. دیگه از ما 14 نفر بازیکن بود، تونستیم که به همکاری همی 14 نفر مقام اول هزان خود بسازیم. دقیق. بسیار خوب، خوشحال شدیم که مقام اول گرفتین. الان برای ما بلخ و کابل و تخار و بامیان مهم نیست، مهم افغانستان است که بیرقش بلند میشه و افتخار میره جوانای ما امروز با سعی و تلاش و کوشش که امو ورزش خود پیش میبرن و امروز بیرق افغانستان بلند میکنن. همیشه موفق باشن، همیشه کامگار باشن، همیشه همتون افتخار آفرین باشن و... خوشحال شدیم که شما هم داریم. بفرم فیصل جان. ما هم تبریکی میگم اینجا نه تنها به ورزشکارای عزیز ما بلکه به همه بلخیای عزیز، چون فرزندای بلخی تانستن که جام مقام اولم به دست بیارن و همچنان مدالای زیاد هم به دست آوردن و در کنار مدال ها تخت نامه ها هم به دست آوردن که به همگی تان تبریک میگم. میخوایم اینو بپرسم که همین ورزش تکواندو چی فرق با ورزش دیگه ورزش ها داره؟ سوال بسیار خوب بجا. ورزش تکواندو یک ورزش مدرن المپیکی است که این شامل مسابقات جهانی، مسابقات آسیایی و مسابقات المپیکی می باشد و یگانه خصوصیات و خوبی های از این ورزش که است سیستم از این سیستم الکترونیکی است که بیشتر استاد نعیم هم گفت هیچ ورزش تا حال الکترونیکی نیست. یگانه ورزش الکترونیکی است ورزش تکواندو است و ده ای کسی نمیتونه که عقل یک شاگردی که مسابقه میکنه یا یک بازی کنه تلف کنه. چرا سیستم است، کلاهش الکترونیکی است، گوش الکترونیکی است، جرابهش الکترونیکی است. وقتی با مجرده که در جان علیف تچ میکنه آجل در اسکرین تلویزیون معلوم میشه که کدام بازی کن نمره گرفت. به او اساس این ورزش یک ورزش بسیار مدرن و المپیکی است و فعلا در افغانستان جایگاه ورزش تکواندو هیچ رشته نداره. این را مبالغه نمیکنم. در سطح ریاست عمومی تربیت بدنی و المپیک افغانستان، فدراسیون تکواندو افغانستان در سطح جدول قرار دارد. به خاطر دلیلش همی است که ما 3 مدال المپیک داریم. 3 مدال المپیک داریم که 3 مدال المپیک 80 سال از عمر المپیک افغانستان میگذره تا کس مدال المپیک نداره بجز از تکواندو. دوتاش توسط روحلان اکپاک، یکی در سال 2008 در چین در بیجنگ گرفته شده، یکیشم در سال 2012 توسط روحلان اکپاک در لندن گرفته شده و یکیشم در جوانان در این 2016 توسط نصار عبدالرحیم زایی گرفته شده که هیچ کسی دست آورده نداره مگر متاسفانه که ترینر تیم ملی ما را برای دوروز در یکی از رسانه ها یاد کردن که بدبختانه بدبختانه در افغانستان فرق بین خوب و بد نیست. فرق بین این بهترین و بازشترین نیست. ما امروز شما فکر کنید کرکت. کرکت در 12 کشور رایج است. افغانستان 12مین وقتی که میره مسابقه میکنه 12مین کشور میشه که در این دیف 12مین قرار میگیره. 12 کشور است در دوره در لیست 12مین کشور. مگر اونمو بودجه 400 میلیون افغانی را بودجه میتن تنها برای یک رشته این کرکت. ما مخالفش نیستیم، قهرمان های ما باید توجه بالای کلگی باشه و 200 میلیون بودجه دیگر را 200 میلیون بودجه را تمام رشته های ورزشی را از تربیت بدنی گرفته تا ماش کارمندان رنگ روغن تا مصارف فدراسیون ها و دیگر اشتها آمده که اینمی برای ما بسیار یک انگیزه خوب نیست و این باعث شده که باید ورزش های المپیکی رو بیرق افغانستان کلش باید رشد داده شده بیرق افغانستان در قله های بلند رشته های المپیکیش. حالا ما میبینیم که در کشور ما چقدر جنگ و بدبختی و بد حال است، مگر امروز افغانستان که صفحه المپیک رو واز کنین، صفحه ورزش ها رو واز کنین، یکانه کسی که مدال افغانستان بالا کردگی است رولان اکپا دقیقا و یک افغانستان بالا کرده در میادین بین المللی المپیک های کشورهای جهان.
بله، سپاس از شما. میخوایم آقای رئیمی رو بپرسیم چرا کسایی که تکواندو میکنن همیشه لاغر هستن؟ زیاد زحمت میکشن یا باید کسی که تکواندو کار میکنه همونطور لاغر باشه؟ یک ورزشکار تکواندو البته ما خود پیش شدیم دیگه، خود چیز نمیکنم، وزن ما بالا زال نگوین که شما چه دارد اگزر وزن داره شاگردان ما دوباره ساد باز ما یک معلومات میده در مجموع باید اینا اما یک بدن چست و سندرد و عیاری داشته باشن. اگر در ورزش تکواندو بدن چست و باریک نداشته باشی اما حرکات را که استفاده میکنی در میدان نمیتونی که استفاده کنی. البته اگه هم چاقا بورم چیز نشم، من خودم قهرمان وزن هشت تقریبا در مزار شریف 10 سال قهرمان وزن هشت در جون شمال بودیم. بله. و در مسابقات ملی هم مدال داشتم، در مسابقات چیزم. بازیکنهای تکواندو که هست از فیزیک زیاد برخوردار هستند، قدرت بدنشون خیلی باید بالا باشند. ورزش تکواندو که هست یک ورزش بسیار ثقیل و البته در رشته‌های دیگه که مثلا فریفا می چیز داره که تماشا کنین بدنهای خوب کلف کلف داره، ولیکن اونا هم ورزشکار واقعی هست، ولیکن در تکواندو که هست لوازم MMA داره که به جان تا چیز داره می پوشانه. اگر بدن استاندارد عیار نداشته باشی نمیتونی که مبارزه کنی و حرکاتش از ملخص خوبا از چیزهای برخوردار نمیباشی. باز از اون لحاظ بازی بچه ها میتونه که خود آماده کنن، دوش ها رو میزنن، فیزیک میزنن، سر جان خود کار میکنن. ما همیشه وقت همی ورزشکارهای عزیزه که میبینم باز یک کم سرشان قار میشون به خاطر از اینکه از بس که نه تخم و کچالو استفاده کردن یک دانه تخم قیمتش به 10 افغانی رسیده. از شما دو ورزشکار عزیز اگر یک خواهش کنیم با اجازه استاد البته که یک فایت نمایشی بگیرین امکان داره؟ با اجازه استاد البته دیگه یک نمایشی یک چند حرکت بریم که بینده های عزیزم بینون تکواندو چی حرکات را داره. مدالتون را بکشین. یعنی فرش نلخته دیر پایشان؟ فرش رو سی میکنه. میلخته. یک چند حرکات تو آزاد؟ یک کل بزنین، یک تیچاگی، یک مندولی، دولی شگی، باز خلاص. یک شکل بزنین؟ اگه بیخی پس شد خوب نیست؟ پسش کنیم. شکل بزنین پای شخصی؟ ایده پایشان نلخته نفته. آم نفته. شکل بزنین پای شخصی بزنین؟ نه یک. یک اما هنگی کنین باز خلاص. در کل سرپای است و لغت استفاده شده کند. بله. های نامه خیلی حالی بود. محفظ باشد. این حرکات نمایشی بود. اگر واقعی می بود بازه در بودن یکی دیگه خود را تکت کرد. و شما متوجه باشین که تکواندو هم خدا پیشتر شما یک سوال کردین که چرا لاغر هستن. همین لاغر ایشون باعث از این میشه که یا چست چالاک باشن. شما متوجه بدین که جانشان یخ مگم پایشان یک جان یخ دقیقا دقیقا دیگر ورزش ها را ما هیچی ورزش ها بد نمیم، کلش وجودی ما هستن، کلش ها دوست داریم. من تا سرعت تکواندو را یعنی تکواندوی WTF یعنی سرعت ترین سرعت سیجاد موفق و سربلند باشین. یک بار دیگر تبریک میگم برتون موفقیت، بر جناب رئیس، بر استاد، بر شما دو قهرمان. واقعا ما افتخار میکنیم بالاتون که شما دستاورد می داشته باشین. تعداد هست تقدیرنامه ها یا حکم قهرمانی هست که ما میخوایم یک دو سه دانش نشان بدم. یه صفی الله هست که در 2021 گرفته، فکر میکنم همین مسابقه دیروز بوده، و ای از محمد بشیر است که از این مسابقه دیروز بوده، و اینش فکر میکنم از سالهای پیش است. و این حکم قهرمانی هم مربوط دیروز میشه، مدالایی که در گردن تان بود و مربوط دیروز میشه. این هم مدالای دیگیشون است که از سالهای قبل است، اما از دیروز فکر میکنم که امی مدالایی بود که در گردنهایشان بود. امیدوار استم همیشه مثل دیروز و امروز و روزهایی که همیشه درخشیدین همینطور قهرمان باقی بمانین، همیشه بیرق افغانستان بلند بکنین، همیشه افتخار میرین بر افغانستان. خوشحال شدیم که شما را با خود داشتیم. تشکر.